سلام، حالتون چطوره بچه؟ امیدوارم که خوب باشید. آهنگ جدید موئر به اسم یه من اومد و دیدم که استوری گذاشت، خیلی شاکی بود که آهنگ به صورت دزدی داره پخش میشه. واقعا تعجب میکنم، یعنی چی که یه نفر آهنگ یکی دیگر رو دزدی پخش کنه؟ اصلا این کار معنی نداره، خیلی عجیبه. و بلافاصله لینک ساوند کلادش رو گذاشت که از اونجا پلی بکنین. نکته خیلی عجیب اینه که توی یوتیوب تو کانال خودش فقط 170 بار این آهنگ پلی شده و نمیدونم واقعا دارین از کجا میرین گوش میکنین، ولی یا از ساوند کلاد خودش گوش کنید یا از کانال یوتیوبش که اسمش موئر هست و اون علامت آفیشال رو داره، از جای دیگه گوش نکنید. خب میخواستم آهنگ زربل موئر رو ریاکشن بکنم و خیلی اتفاقی و این آهنگ جدید اومد. کاور فوتوش وایساده توی خیابون، احتمالا پشت چراغ قرمزه، نمیدونم، جلوی همه ماشینا یه تاکسی پشت سرشه و خلاصه همش ماشینای ملی و ایرانیه پشت سرش، تاکسی و پراید و وانت و پژو چی پرشیا و اینا، با یه تیپ گنگ. بریم. آها، راستی اون پایین نوشته آبان 1400. این آهنگ توی آذر اومده ولی حالا عکس مال آبان 1400 احتمالاً، یا اینکه آبان نوشته منظوری از آبان داره. یه من اینجا داغ داره، یه من موها، یه اتفاق خیلی عجیب درست وسط پلی کردن یا ویدیو آن اویلیبل، انگار که یه ویدیو رو برداشت. خیلی عجیبه. ای آقا ویدیو رو برداشت یعنی چی؟ پس دو برم توی ساوندکلاود پیدا بکنم. من داشتم پلی میکردم انگار که یهو مثلا ویدیو رو کلن از روی کانالش پاک کرد. مگه داریم؟ چرا؟ بذاریم برم ببینم. رفتم بچه تو ساوندکلاود، امیدوارم که اینجا پیداش بکنم. خب یعنی چی آخه یه اون وسطش اینو برداشت؟ بچه اومدیم تو ساوندکلاود، میخوام از اینجا چیز بکنم، پلی بکنم. این چه اتفاق عجیبی بود. یه من اینجا داغ داره، یه من مهاجره و آواره، یه من زخمی خونی، یه من تو لیست آبانه، یه من شده تبید از خون دو، یه من حبسوی سلول سوت و کور، یه من منتظر حکم ادام، یه من مفلوک تو آینه روبرو. اولا که چقدر قشنگ میخونه، چقدر صداش قشنگه، خیلی قشنگ میخونه، یعنی تحریرهای خوشگلی تو صداش میده، مثل خواننده های پاپ که خیلی خوشگل میخونن و تحریر میدن، اینم خیلی قشنگ داره میخونه. و اینکه داره از یه عالمه آدمی میگه که با سرنوشته خیلی بدی مواجه شدن. یه من شرمنده یه خانواده است، یه من تحت تحریمای ظالمانه است، یه من رسیده ته خط، فقط زدن به سینش دست رد، یه من اقلیت و بیپناهه، یه من محروم و بیقراره، یه من صدای عربدش با لب خشک و تشنه پیچید میگه العطر. این العطش خوزستان بود، با لب تشنه و اینا میگه العطش، منظورش دقیقا مردم خوزستانه، هر کدومش به یه مشکل و ناراحتی آدم ها توی ایران برمیگرده، فقر، بیپولی، تحریم، مهاجرت، همه این چیزا. این علتش هم مربوط به مردم خوزستان بود.
اینجا لاشخورا علمشو دارن، به گند کشیدن حتی عشق به خدا رم، تا دستشو آرن بند دلارن، با بند بوتان بد در بند دلارن کشیدن حتی عشق به خدا رم، تا دستشو آرن بند دلارن، با بند بوتان بد دست به دعان. اینه دیگه کیه خرافه جادوی عقیده ساش که شوق بریزی رو تابوت حقیقت، بری پاووس ملی جک کیسه آشون خالی شد تا ناموس رو دریدن، با خونبه های ملت قانون رو خریدن، حفظا رو بستن به سانسور و امنیت، کاش پول نفت میرفت تو فانوس طریقت، تا بپیچه تو دی ان ای داغون عتیقت. نمیشم یه ماشین تو ماشین از مغز میزام و نمیشم یه ماشین تو ماشین، یعنی از این فکر منظورش اینه که از این حالت یه انسان نمیخوام بیام بیرون ماشینی بشم. به نظر منظور از یه ماشین تو ماشین اینه، تو دی ان ای داغون عتیقت. نمیشم یه ماشین تو ماشین از مغز میزام و الان پاچید تو راهی، تا ترسا توی خودم کشتم، نور حق درونم به سرعت روش کرده، یه پاک پاک میگه ترسا تو خودم کشتم، ترس از این که بخواد یه آهنگی با چنین مضمونی بخونه. تا ترسا توی خودم کشتم، نور حق درونم به سرعت روش کرده، یه پاک پاک کولاک باطن، تو راه تاکی تو پاک کامل، یه پیکنیکی لپاشه تو مسیر رو اگه ریز بشی جا پاشه، یه تنه زده به گل خوکا، به هدفش قضا دادن کل پوکا، رفت گندشون تا جامعه تو بنگ و شیشه ترا مدل غرق کرد کنند، از این خبر رو دورم، رسانه ها قبضه فراموسونن، میگن حجابتو شل کن کراواتو نه کدارو. چه خوب گفت واقعا، که رسانه ها همه برده های فراموسونر هان در همه جای دنیا، همه رسانه ها ارباباشون فراموسونر ها هستند، و اینجا یه نقد جهانی بود کلن. موئر تو ایرانه، چه چیزی خونده؟ شناسم میاد به پیشوازم، آگاهی نذاشته جای پیشوازم، نمیذاره بره به بیراهه، میگه فرستادم اونیم و نمیباره، پشت یه ویرانه جلوم یه دیواره، هنو پیکار عجب دلی داره، که سکان دستش پشما رو ریزون، رو برنامه زین کرده اسبا رو میزون، هرچی بود ساختی رو اپای ویرون، تنها تو گوده و الباقی بیرون، به حق وصله نه به حزب و جناح، انسانیته که چشما چراغشه، پای هدفش جونشم میده، مهم نیست زیر پرچم بره اسم و صداش، پای هدفش جونش هم میده خودش، آقشه پای هدفش جونش هم میده، مهم نیست زیر پرچم بره اسم و صداش، پیشگوه نمونش به زودی میبینی، خرمشهر میگیره کار ماشو از اینا، ازش که تمساتو. بچه خرمشهر خیلی عجیبه، اون همه سال تو جنگ بود و مردمش جنگیدن، ولی هر کسی که رفته اونجا تعریف میکنه یا عکسایی که میبینی، خرمشهر انگار هنوز تو جنگه، انگار که اصلا اونجا جنگ تموم نشده، انگار که هیچ بازسازی نشده، هیروشیما رو بعد از انفجار اتمی که دیگه بدترین اتفاق روی زمینه، چنان ساختن که اصلا دیگه قابل مقایسه نیستش، کسی فکر نمیکرد اینجوری ساخته بشه، ولی خرمشهر هنوز ساخته نشده. خیلی عجیبه، آخه چرا مردمی که بیشتر از همه جنگیدن، بیشتر از همه خاکشونو دادن، جونشونو دادن، ولی هنوز آواره و داغونه. به زودی میبینی خرمشهر میگیره کار ماشو از اینا، ازش که تمساح تا سوء استفاده، از اسم جانباز و شهیدا به حرمت مادری که خون گریه کرد، پدری که به وطنش جون هدیه کرد، قربانی شدن تا ایران بمونیم، بی حکمت بی هوا و بی آب بمونی نه تو جرقه شدی، بی هوا و بی آب، آب و هوای کثیف این روزا، آب که نیست، مردم خوزستان از بی آبی شکایت داشتن، مردم اصفهان همینطور، از طرف دیگه هوایی که به شدت آلوده تو تهران، عراق، مانی شدن تا ایران بمونی، بی حکمت بی هوا و بی آب بمونی نه تو جرقه شدی توی انبار بارود، نپرس به دست کی پروانه آسوخ، به قیمت نفروخ الماس و یاقوت و کثیف کردن نه تو دستا رو بخون، تو جرقه شدی توی انبار بارود، نپرس به دست کی پروانه آسوخ، نمیمونه اسم هیچ کدومشون، عوضش خوزستان توی افسانه ها موند. محمد نبودی ببینی یه افسانه ها موند. یه من اینجا داغ داره، یه من مهاجره و آواره، یه من زخمی خونی، یه من تو لیست آبانه، یه
من شد و تپید از خونه دور، یه من حبسوی سلول سوت و کور، یه من منتظر حکم اعدام، یه من مفلوک تو آینه رو به رو، یه من شرمنده یه خانواده است، یه من تحت تحریمای ظالمان است، یه من رسیده ته خط، فقط زدن به سینش دست را، یه من اقلیت و بیپناه، یه من محروم و بیقراره، یه من صدای عربدش با لب خشک و تشنه پیچید میگه العطار. عجب آهنگی، یه چند بار باید بشنویش و چقدر صداش قشنگه، چقدر قشنگ میخونه موئر، برخلاف بیشتر خواننده‌های رپ که نمیتونن مثلا خیلی چیز بخونن، یعنی فقط تو قالب رپ میتونن بخونن، معلومه یه خواننده خیلی تواناییه. از تحریرایی که داشت میشه فهمید چقدر صدای خوبی داره و چقدر قشنگ میخونه. آهنگش هم که فوق‌العاده بود، فقط امیدوارم اتفاقی براش نیفته. حرف بدی هم نمیزد، واقعا حرفی که خیلی از مسئولا هم میبینی تو اخبار تو همین روزا دارن به همین مسائل اعتراض میکنن و همینا رو میگن، یعنی یه اتفاقات بدیه که امیدوارم زودتر درست شه. خیلی حالا بد شد از شنیدن این آهنگ، خیلی قشنگ بود، دمش گرم. لطفاً فقط از سانکلاد خودش گوش کنین، لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم. امیدوارم که دیگه آهنگاش دزدی پخش نشه. بنده خدا داشت از این همه اتفاقای بد میگفت، این وسط فکر آهنگش اومدن دزدیدن دیگه، از همه جا ضربه بخوری دیگه، خیلی وحشتناکه. حتما حمایت بکنین. از اینکه با من شنیدین خیلی متشکرم. مراقب خودتون باشید. خدافظ.